8 ماه از حکومت طالبان در افغانستان میگذرد. به دلیل خروجی یکباره نیروهای خارجی و مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان، فقر، بیکاری، افزایش بهای مواد خوراکی، سوختی و بهای ارز خارجی در برابر پول افغانی، شهروندان این کشور را نگران کردند. اما با گذشت این مدت زمان، کنترل نرخ دلار از سوی طالبان شهروندان این کشور را نسبت به آینده امیدوار کرده است. بهای یک دلار آمریکایی به 125 افغانی رسیده بود، اما امروز قیمت یک دلار آمریکایی به 86 افغانی در بازارهای افغانستان مبادله می شود. از آن جایی که همه می دانند مثلا 6-7 ماه قبل در رابطه با دلار گفتایی بود که یک دلار نزدیک به 126 افغانی تغییر و تبدیل می شد، حالا یکی از امیدوار کننده ترین خبرهایی که شنیدیم امیست که امروز دلار به 86 افغانی پایان شده که این کار بسیار خوب است و در راستای رسیدن به مواد اولیه مردم افغانستان را کمک میکنه. هرچند با کاهش قیمت دلار در بازارهای این کشور نرخ مواد خوراکی همچنان بلند است، اما نرخ مواد سوخت نیز کاهش پیدا کرده است. در کنار این فقر و بیکاری در افغانستان بیشتر مردم را نگران کرده. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان اما برای ریشه‌کن کردن فقر در افغانستان از برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت خبر می‌دهد و می‌گوید که امارات اسلامی در تلاش است تا افغانستان به خودکفایی اقتصادی برسد. تا روزهای گذشته شاهد بودن که چندین کارخانه تولیدی در شمال افغانستان افتتاح شد و این امیدهای زیاده را برای مردم افغانستان ایجاد کرد و حس خوبی را برای مردم افغانستان ایجاد کرد که دیگه سرمایه از افغانستان فرار نکنه. و هرچند فقر در افغانستان را حاصل حکومت پیشین این کشور میداند و میگوید که تلاش دارد افغانستان به مرکز همکاری های اقتصادی منطقه تبدیل شود. در حوزه استخراج نفت و گاز افغانستان ما وارد مرحله تفاهم نامه شدیم با شمار از کشورها آمده در واقع نظرسنجی کرده و به گونه وضعیت نفت و گاز افغانستان و معادن افغانستان را بررسی کرده، شناسایی کرده و ما هم با اینا صحبت کردیم که هر چه زودتر به یک تفاهم نامه دست پیدا کنیم که اینا کارهای اساسی هست که میتونه در واقع فقر در افغانستان کاهش بده و افغانستان به تدریج از وابستگی به بیرون نجات بده. برای کار آمدن طالبان در افغانستان شهروندان این کشور انتظار دارند امارات اسلامی زمینه‌های اشتغالزایی را برای باشندگان این کشور فراهم کند.